انگیزه که خودم داشتم شاید یک انگیزه مشترکی باشه که در خیلی از فعالین سیاسی به ویژه در کانادا ایجاد شده، با توجه به حضور گسترده عوامل رژیم در کانادا. شاید این به نوعی مایه دلسردی باشه، شاید بعضی ها در واقع احساس کنن که خب رژیم بسیار قدرتمند شده، ولی یک نگاه دیگه هم وجود داره که در واقع این یک فرصتی در اختیار مخالفان برانداز جمهوری اسلامی قرار میده که با آسیب زدن به در واقع شاخه های برون مرزی رژیم، به ویژه در کانادا که ما حضور داریم، ما در واقع به نوعی کمک میکنیم به مردم داخل. یعنی رسالتی که شاید اپوزیسیون خارج از کشور داشته باشه شاید در درجه اول این است که پژواک صدای مبارزان داخل باشه، ولی ما بیشتر از این هم میتونیم کار بکنیم، و به ویژه با توجه به فعالیت عوامل رژیم در اینجا، همونطور که آقای گرجی در فعالیت پولشویی، در فعالیت های مربوط قاچاق مواد مخدر و اینها بسیار فعالا در کانادا. گزارش هایی بوده از سازمان امنیت کانادا، گزارش هایی بسیار مفصل از اینکه عوامل رژیم در کنار حزب الله لبنان و گروه های تروریستی دیگر، برای نمونه در کازینوهای ونکوور، شهری که من الان درش هستم، بسیار فعالن. و نکته دیگری که تجربه حتی شخصی خود من هم بوده، از حضور عوامل دانشگاهی رژیم در کانادا، به طوری که اینها سعی میکنن راه نفوذشون رو به مراکز تحقیقاتی باز بکنن، همینطور وارد نهادهای دولتی در واقع در کانادا میشن، و به هر حال به این شیوه سعی میکنن برای خودشون جای پای پیدا بکنن. موردی که خود من باش درگیر بودم مسئله بود که من به فردی مشکوک شدم که در واقع تو دانشگاهی که من کار میکردم حضور پیدا کرده بود. و خلاصه بکنم، من متوجه شدم که این فرد در برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی حضور داره، و جلوتر که رفتم متوجه شدم که ایشون نه تنها در این مسئله درگیر بوده، بلکه از آغاز انقلاب در اکثر قریب اتفاق فعالیت های سرکوب رژیم حضور داشته، از حضور در سفارت اشغال شده آمریکا در تهران تا حضور در انقلاب فرهنگی تا برنامه های اطلاعاتی و اینها. و اینکه خود من متوجه شدم که چقدر حضور اینها در کانادا سنگین هستش، اینکه بعد از اینکه من ریپورت دادم، من گزارش دادم در واقع به نهادهای کانادایی، اول از همه اینکه در دانشگاه محل کار خودم با من برخورد شد. و البته اینم در واقع میگن که گاهی اوقات در واقع اتفاقات بعدی که برای انسان میفته بعدم راهگشا میشه، به ویژه اینکه ما در برخورد با عوامل رژیم اگر بتونیم اینها رو مورد تعقیب قضایی قرار بدیم بسیار میتونیم پیشروی بکنیم. یعنی ما شاید خیلی مشکل داشته باشیم اگر همینطور بریم در واقع سازمان های کانادایی بخوایم طبق در واقع اکت های مختلفی که ذیل فریدم آف اینفورمیشن دارن اطلاعات این افراد رو بدن، خب بسیار در واقع پروسه بلند مدتی خواهد بود و گاهی اوقات هم به جایی نمیرسه. ولی اینکه ما بتونیم پرونده قضایی علیه عوامل رژیم داشته باشیم، این بسیار به ما کمک میکنه، هم در واقع از نظر رسانه ای میتونیم اون رو مطرح بکنیم بدون اینکه ترس و نگرانی از این داشته باشیم که مورد حمله قضایی خود عوامل رژیم قرار بگیریم. و این برای اینکه در واقع یک مسئولیتی برای ما ایجاد میشه، یک لیگال پریویلیج در واقع ما خواهیم داشت و از اون میتونیم استفاده بکنیم. و من خودم در واقع بیشتر در زمینه اطلاعات و امنیت در اینجا فعالیت دارم، و بنا به تجربه شخصی در واقع کمتر در قسمت مطالعاتی و بیشتر در قسمت اجرایی دارم فعالیت میکنم. و نکته مهمی که من کوتاه بکنم سخن رو، سخن شیوای شما کاملا شنیده است،
درباره اینکه امروز تنها اتحاد. ما نگاهی که در ایران نوین داریم شاید یک مقدار خاص‌تر باشه، ولی بسیار نزدیک به پیام شما، و اینکه ما به دنبال همراستایی برای در راه مبارزه ایم. یعنی همونطوری که اینکه میخوایم فرا ایدئولوژی در واقع برخورد بکنیم، این هستش که ما از خطکشی های مرسوم میان جریان های سیاسی عبور میکنیم، از چپ و راست و جمهوری خواه و پادشاهی خواه، همه محترمن در جای خودشون. من ممکنه یک ایده داشته باشم که شاید برای آینده ایران در واقع رقیب ایده ای باشه که در نگاه در نظر خارجیست، ولی امروز در واقع همونطور که شما گفتید، برای مبارزه برای آزادی ایران از اشغال به همراستا شدن و همافزایی در واقع متمرکزیم و در این راستا تلاش میکنیم. من بیشتر از این سرشان رو به درد نمیارم. اگر سوالی باشه شما خواهیم. من در خیلی ممنون دوستان. در نگاه اول بر مبنای چیزی که دوستان گفتی و تمام نیت و مسائلی که مطرح کردید، هر کدوم واقعا به جا و لازم اگه بشه و اعضای مختلف سر پروژه های مشخص کار بکنن، هر نوع استکاک و اختلاف سلیقه و دعواهایی که ممکنه پیش میاد که قطعا پیش خواهد اومد، محدود بمونه به فقط اون پروژه، کل سازمان رو درگیر نمی کنه. از یک دید آسیب شناسی هم اگه بخشی از کارتون پیش نرفت یا یه دسانی موضوع خاصی یه سری اختلاف سلیقه داشته باشن، دیگه کل برنامه رو به هم نمی ریزن. مثلا فرشگرد یکی از اشکالات این بود که وقتی در درون خودشون شکاف پیش اومد، کل سازمان ضرر دید، در صورتی که موضوع بحث سر یه اختلاف سر یه موضوع خاصی بود. اگر از این تجربه استفاده بکنید، اون وقت خودتون رو کمتر آسیب پذیر کردید، دستتون هم بازتر خواهد بود و همه چیزایی که اونجا آوردی تو اون چار، فکر کنم که اگه یک سازمان تک بخواد به همش برسه، یه مقدار سنگ بزرگی است که میخوایم بلند بکنیم تا اینکه بیاید بگین اینا رو همه رو پروژه مشخص بکنیم، براش داوطلب و چیز پیدا میکنیم که مثلا هر کدوم بیانیم بود. و در اصل بیشتر کار شما این نظارت کلان هست بر کل این پروژه ها در قالب یک تشکلی که از یک دید تخصصی داره به قضايا نگاه میکنه. حالا نظر دوستان در این مورد چیه؟ من این اولین ریاکشن به اصطلاح اینستینکتیو من این هست به نکته که دوستان داره، چون هیچ کدوم از این جریانات سیاسی نتونستن تا به حال این کار رو بکنن یا دغدغه اولیه شون هم، اینو به عنوان یک کریتیکسیزم نمیگم، به عنوان یک فکت دارم و ما تا زمانی که نتونیم بخش مدیریت غیر سیاسی جریان رو بسیج بکنیم، حالا احزاب میان میرن، بازیگران سیاسی خواهم بود، یه چیزیست که قابل پیشبینی و برنامه ریزی نیست. یعنی در اصل میخوام میگم در هر فروپاشی سیاسی یک نظام قدیم، بازیگران جدید که وارد کار میشن بر مبنای توان و نفوذ خودشون تراکشن پیدا میکنن. ممکنه یه حزبی که الان فکر میکنه تراکشن داره فردا اصلا نداشته باشه، ممکنه یه حزبی بیاد تو کار که اصلا تا حالا دریده بودیم و یهو میاد میزنه بیرون و خودشو جا میندازه. اون سیاست دنیا خاص خودشو داره. دوست جاهای دیگه هستش که جنبه سیاسی و پلتفرمی و دیبیت و اشتباه مناظره ای و جنبه کرسی گرفتن و گرفتن نداره، موزل برق، موزل آب، اقتصاد کلان و فلان، جنبه های تخصصی و کادرهای تکنوکراتیک مملکت که باعثی بالاخره چرخش اداره مملکت رو رو هوا که نمیتونه بمونه. ممکن دو سه سال این ترانزیشن سیاسی طول بکشه تا برسیم به این سه سال که ممکنه که رو هوا باشه. رو این تو چیزها هیچ کدوم از این جریانات اپوزیسیون دوستان برنامه ندارن. این دقیقا جایی است که افرادی مثل شماها به خصوص از نسل جدید هم آقا جان داره، ما آمادگی این رو داریم که بیان چرخش مملکت رو حداقل به دست بگیریم، نه که سیاست گذاری بکنید و برنامه ادامه، نه، ولی از نظر مدیریت آنی حداقل برنامه داریم. این حتی راستش رو بخواهیم
از کاری که جریانات سیاسی میکنن مهمتره. میدونین چرا؟ دلیل اصلیش این هستش که اگر الان هنوز در جامعه یه مقدار شک و تردید هست در فروپاشی، نه که بخوان سایه رژیم رو با تیر بزنن، که میخوان بزنن مردم که تا اینجاشون رسیده، ولی هنوز اطمینان ندارن که فردا چه خواهد شد. هیچ کدوم از این جنرالات سیاسی، مگر بخوان قول و وعیدهای علکی بدن به مردم، از یک دید اقناعی توانی که بگن ما میتونیم این مسئله رو همه انگوی در میگن شما بین خودتون اول اختلافتون رو حل بکنید بعد بیان بگید کنید فیل هوا بکنید. ولی کادرهای تخصصی میتونن بیان بگن که نگران نباشید، برق قطع میشه، آب قطع میشه، مدیریت کشور این افراد در جا میدن، صرف نظر از این که اون جریانات سیاسی چه میکنن یا نمیکنن. این دقیقا نوع کاریست که از دید من اولویت داره، که اون اعتماد اون کارگری که به حساب این رو تقدیرد. هلو؟ مذارت بخوام خلاصه اون بخش جذب توانها اول برای خودتون بچه بیشتر این critical mass رو ایجاد کرده باشید، مومنتوم و exponential growth خود به خود بیشتر میشه در تمام شهرهای اصلی کشور و البته کم کم به مناطق دور افتاده تر مناطق. این هسته ها رو باز بتونید به وجود بیارید. کار شما هم از این لحاظ موبیلیزیشن نیست که فردا آقا برو تظاهرات و سفاه بیا بگیرت تو در کمیته فلان، بیا بگیرت تو زندان بیا شکنجه بشه، های بشه، اولی بشه، مثل خیلی از این بدبخته که میگیرن از دوریزادش گرفته تا بقیه. نه، شما فقط این ما از دید برنامه ریزی که میدونیم کیا هستیم، کجا هستیم، در تبریز، در اصفهان، در شیراز، در زاهدان، در مشهد، در اهواز، در آبادان، در بوشهر، در کدام هر جا یه نتورکی هستیم، لازم هم نیست دور دور بکنید، همدیگر رو پیدا میکنید، یک هوموجنیتی و تقسیم کاری رو ایجاد میکنید و نهایتاً فردا اگه قرار شد یه تیپ به شما بیان تلویزیون مثلا ایران اینترنشنال به مردم بگن ما تمام اینا رو برنامه ریزی کردیم و آماده تحقیق گرفتن هستیم، ده مقابل بیشتر اثر خواهد داشت تا مجموعی از این گروه های اپوزیسیون بخوان یه همچه دیاری رو بکنن. این رو از من بشنویده، من این رو فردا مثل روز روشن میدونم. و اهمیت این کار مهمتر از این هستش که اپوزیسیون به شکل مشترک بتونه کاری بکنه یا نکنه، برای که اپوزیسیون خارج مرز فاکتور نهایی در این تغییرات داخلی نیست و نخواهد. همون افراد و همون مکانیزم های واسطه که الان در درون کشور هستن، منطقه زبون بسته ها دستشون به جای بند نیست، فعلا متکی هستن در ابتدا به ده درخواهش که دقیقا اونجاست که یوگه اینکلوسی. این رو اگه بتونید گسترش بدید، مسیجینگتون از یک دید تخصصی اجرایی پراجکت اورینتد پیش بره، بعد اصلا وارد این بحث های رتوریکال و فلان تو کلاب هاوس و های میکنن و هوی میکنن. یه توضیح خیلی کوچیکی من بدم، چون در واقع بحثی که ما در داخل ایران نوین داشتیم کاملا در واقع اصلا بحث این بود که شاید اصلا دو تا سازمان مختلف اصلا داشته باشیم، یعنی یه ارتباط خیلی رقیقی فقط بینشون وجود داشته باشه. و الان اون گروه مطالعاتی که توضیح دادن کاملا جداست از کارهای اجرایی که ما در کانادا داریم میکنیم، یعنی خود من اصلا در اون زمینه هیچ دخالتی ندارم. و یک بحثی که کاملا دیدگاه شما رو متوجهم جناب شاهزاده، ولی نکته که ما داریم منطقش این است که ما جمهوری اسلامی رو سر کار داریم و این رژیم باید بره. ما مسئله‌ای که داریم این که توان این رژیم همچنان برای سرکوب بالاست و توان مردم همچنان اندکه. ما علت این که می‌خوایم شاخهای رژیم رو در کانادا بزنیم اینه که در این پازل سرنگونی سهم خودمون رو در راستای کاستن از توان رژیم ادا بکنیم. صرفاً همین هستش. کاملاً درک می‌کنم، ولی ضمناً در نظر بگیرید که تمام زمان و ریسورس و امکاناتی که در یک وضعیتی که نهایتاً میشه
یک سیاست گذاری جدیدتر برای فشار در درون کشور خودشون روی این عوامل گذاشتن بذارید، یه چیزه. از اون ور دولت بایدن داره میاد کم کم بعده برجام جدید و برداشتن تحریم ها رو میذاره که خب پول بیشتر باز دست رژیم میاد که بیشتر بتونن سرکوب بکنن. At the end of the day در درون نشه این زمینه رو فراهم کرد، تمام این افرت های در بیرون بیفایده خواهد بود. در واقع بیان اگه بخواهی کاملا کاملا در صورتی که بایدن ها و ترودو ها هر چقدر بخوان با جمهوری اسلامی کنار بیان و لاس بزنن، اگه فردا در ایران مطر انفجار پیش بیاد، مردم یه ریختن تو خیابون، کارگران یه اعتصاب کردن، با هیچ وعده برجام نوین نمیتونن این وضعیت رو حفظ بکنن. یعنی میخوام بگم فکت ستاتوسکو از بین میره، مسئله تحویل گرفتن نتیجه شد. اگه ما نخوایم باز دوباره دنیای خارج یه سری دولت‌های جانشونده رو به ما به زور بخوان تحویل، باز بتونیم تحویل بگیریم. درست. این انرژی رو واقعا جا داره که برای اون بذارید که در اون فردای این پروژه ببینید یا این پروژه پیش میاد یا نمیاد. هیچ کدوم از ماها باعث تغییر و سقوط نظام در درون نخواهیم بود که خود مردم ایران خواهند. میتونیم حرفشو بزنیم، میتونیم صداشون باشیم، ولی عامل پایین کشیدن رژیم ما در خارج از کشور نیستیم، خود مردم هست. ولی مردم موقعی انگیزه پیدا میکنن که مطمئن بشن که بعد بدتر نخواهند شد. دائما رژیم در گوششون میخونه که مبادا فکر کنید که فردا راحت نمیگرد، ما بریم ایران کنفیکون میشه نمیشه. شما هستی باشیم این بی خود میگن اینا. ما هم مدیریتشو داریم، هم برنامه براش داریم، هم آدماشو داریم، هم شبکهشو داریم. خیلی مهمتر از هر جریان اپوزیسیون سیاسی ماها هستیم که میتونیم اداره آنی رو که این بیشتر احساس امنیت به اون کارگری که اعتصاب کرده پولش هم قطع شده هر آن دیگه داره به از حالت گرسنگی از بین میره به بحث که اشارت پیش بیاد دستم به یه جایی بند نه که حالا یه دست بیرون میخوام پاشم بیان یاد بازه بفهمون کیا اینجا میخوان ریاست بکنن. واقعیت اینه دوستان، من اینجور رسم میکنم واقعیت دبون دو. بنابراین این کار بسیار لازم، حیاتی و ضروری است، ولی چون خصلت افرادی که جنبه تخصصی و تکنیکی دارن سر تفاهم و توافق سر یه سری برنامه ها و پروژه های مشخص خیلی راحت تره تا جانوران سیاسی، برای که همیشه راجب سلیقه و نظر بحث هست بینشون. یه سری کارهایی که جنبه کاملا پرکتیک، شما گفتی مهندسی یه سری قواعدی رو رعایت میکنه، چون هر ساختمان یا هر چیزی که میخوای نمیتونی بسازی. اینه که خیلی راحت تر میتونیم یه سری پروژه رو مشخص بکنیم و جذب نیرو بکنیم. این بزرگترین نقطه قوت شما خواهد بود و انجام ندادنش در اصل یه چیزی که رو این ایده ها پیش بدیم جلو، به نظر من خیلی نتیجه خوبی خواهد تونست بگیم. ببخشید دوستان، من واقعا میرم شد برای جاست بردیم، امیدوارم فرصت های دیگه هم پیش بیاد. به حال let's take it به قول خودتون استفاده تا.